بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر مكرم الله متعالى كي برما توفيق داد داري عصر فتنة و امتحانات و مشكلات كي ما بتانيم بس باري حب دهوم قرآن عزيم الشان بس الأنبياء برسيم سوري الأنبياء را سوري الأنبياء ميگن با چند دلیل دلیل اولش است که در سوری انبیا امو جهاد و مبارزه و مقاومت پیامبر در مقابل مشرکین در مقابل بدعت کارا در مقابل تواقید بیان میکنه سوری انبیا میگن به خاطر ازی که سرگذشت پیغمبر را به شکل مختصر بیان میکنه سوره مکی هست وقتی که یک سوره را مکی میگن به خاطر از که در مکه نازل شده یا قبل از هجرت نازل شده و خاصیت سوره های مکی همی است که در سوره های مکی بیشتر وحدانیت الله دلایل توحید اقسام توحید و عظمت خالق متعال و دلایل عظمت الله بیان میشه این سوره مبارکه یک يوجد 12 آيات مئة واثنتا عشرة آيات يوجد 112 آيات و 7 ركو دارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم الله تعالى قال نزدك شده هس بر مردم حسابهم حساب وكتابشون كي محاسبة شون حساب شون وهم في غفلة مؤردون در حالی که ایشان در غفلت موردون در اعراض روگردانی هستند ما تیم نمیاد به ایشان من ذکر هیچ حکم هیچ نصیحتی من ربهم از جانب پروردگارشان مخدسن که جدید است الا استمعوه مگر ای که مردم های بیدین او را مشنون و هم یلعبون در حالی که اونا مشغول بازی هستن مشغول سخریه هستن مشغول استهزا هستند. ساتیری میکنن مسخرگی میکنن و استهزا میکنن چرا این کار میکنن؟ لاهیتا قلوبهم هم خاطر ازی که در لح و در غفلت از قلبهایشان و اثر و نجوه اینا پنهان پنهان با پتی سرگوشی میکنن پس پسک میکنن الذین او کسانی که ظلم و ستم کردن و باز چی میگن؟ میگن دمی سرگوشی و پسپسک پسک خود چی میگن؟ هل هذا الا بشر مثلكم هل هذا یعنی این هذا نیست ای پیغمبری که بر ما توحید بیان میکنه این نیست مثلا مگر یک بشر انسان مثل کم مثل شما افتعتون از سحره آیا شما مطابعت میکنین از سحره جادو را و انتم تبصیرون در حال که شما میبینین خاله گفت رسول الله صلی الله علیه و برشان رب یعلم القول الله متعال که رب ما هست و میدانه القول هر سخن را فی اگر این سخن مخفی شده باشه در طبقات آسمان و الارض و یا هم در طبقات زمین الله سخنای مخفی و پنهانی شما را میفهمه وقتی که رسول صلى اللهعليه وسلم نمیفهمه که شما در سرگوشیتان چه کردین الله شما ره رسوا میسازه شما منافقه و بیدیناره و هو السمیع العلیم الله متعال در توحید اسماع الصفات یکي از نامهای الله الصمیع است یعنی بسیار شنوا كما يليق بجلاله وعظمته أمقسم قسم مشنا بكي بجلال وعظمة الله شايس است العليم بسيار عالم است كما يليق بجلاله وعظمته أمو علمك بجلال وعظمة الله شايس بل قالوا بل كي در پالوی و سخنهای زشت و افتراعات خود خاموشانه بین سخن الله متعال بر رسول الله صلی میگه که اینا میگویند که ادغاف احلام آنچه که ای پیغمبر میگه ای خوابهای خیالی هست حالم در زبان عربی خواب میگن و ادغاث امو خیالاتی که در خواب دیده میشه بعضی دیگه شان میگه بل افتراهو و بلکه میگن که نه ای پیغمبر اینه از جانب الله نامده بلکه یا تومت کرده پیغمبر سر الله بعض دیگه شان میگه بل هو شاعر بلکه او شاعر است الله متعال بر ما شما مسلمان ها میگه که او مسلمان ها ای اصطلاحات دشمنای اسلام است و اصطلاحات گاهی به شکل کلاسیک می باشه که برای پیغمبر صلی الله علیه که ادغاس احلام شاعر است ساحر است بشر است کارایی که میکنه اصطلاحات کلاسیکی که توسط زور رشخند می زدن به پیغمبر و به شریعت و به پیروان رسول الله صلی الله و اصطلاحات مدرن میشه جدید میشه عین عقیده کفری که انسان داشته باشه باز مسلمان ها را با اصطلاحات جدیدش که آل میگن فندیمنتالیست است بنیادگرا هست اکستریمیست است افراطی هست وهابی هست مثلا تروریست است دهشتگر است همی اصطلاحات است پس الله مطال بر پیغمبر صلی الله علیه و آله که متاثر به این اصطلاحات کافران نشد شاعر هستی و ساحر هستی و خیال بافی میکنی و خیال پردازی میکنی و ادغاز احلام است ای گپار میگن ای عادت کفار است و شما مسلمان های که آله هستین ای اصطلاحات مردمای های بیدین و کافر است به این متاثر نشین الله متعال میگن فلياتنا بآيه كما ارسل الاولون بس اي مردوم میگن كه دیگه فلياتنا بآيه بي بهنين برم يك دليل يك معجزه كما ارسل الاولون مثل في پيشنيان يا پيغمبراي قبلي آورده آه بودن الله متعال ما امنت قبلهم من قرية ایمان ناو بود قبل از اينها قريه اهلكناها که اونا را حل افهم آیا ایمان میارن و قریه های سابقی و مردم های سابق هم که کافر و بیدین بودن با وجود از اینکه پیغمبر ها برشان آمدن ایمان ناوردن وقتی که ناوردن ایمان پیغمبر قبول نکردن کتابش را قبول نکردن ما اونا را حلاک کردیم آیا اینا ایمان میارن؟ چون اندیشه و فکر این چیز است وقتی که سابقه ها امی قسم فکر داشتن کافر شدن و ایمان ناوردن علاق شدن یا هم دلایلشان عین دلایل سابقه هست یا ایمان نمیارن یا ایمان میارن و کسی که این قسم گپارا میزنه اونا دلایل قبول نمیکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلام الله متعال برای تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما ارسلنا قبلک ما نفرستادیم قبل از رسول الله صلی الله علیه رجالا مگر شخص بودن که نوح الیهم برشان وحی میفرستیم حال که میگن پیغمبر نامده کتاب نامده این نامده خیلی شما برین فصل و اهل ذکری شما برین از متخصصین پرسان کنین از علمای اهل کتاب که اونا واقعا عالم هستن دانشمند هستن مسلکی هستن این کنتم لا تعلمون اگر شما نمیدانین شما که جاهل هستین از فکر خود و از عقل خود گپ نزنین برین از متخصصینی که اونا میگن ما اهل کتاب هستیم متخصص هستیم میفهمید برین از اونا پرسان کنین پس یه قرآن ایره هم میگه که انسان باید در هر تخصص به اهل تخصص مراجعه بکنه و این معقول است باید به با اهل تخصص مراجعه بکنی در عالم اسباب کامپیوترت خراب است پیش کامپیوتر کار برو مریض است پیش دکتر برو تعمیر میسازی پیش انجینیر برو پس الو اهل از ذکر علامه ابن تیمیه رحمه الله میگه میگه ترک الاسباب جنون کسی که در عالم اسباب از اسباب دنیوی استفاده نمیکنه این دیوانگی هست ولی ایمان و بهی کفر اما اگر به ای اسباب دنیاوی ایمان داشتی این میتونه کل مشکل ما را حل کنه بازی چیست؟ کفر است از اسباب دنیایی استفاده میکنیم باز میگیم که از این دوا استفاده میکنیم در عالم اسباب و شفایش را میگذاریم به الله متعال که او خالق یا مسبب الاسباب است این کنتم لا اگر شما خودتا نمیدارید و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام اینا تو فکر میکنن باید پیغمبر چی باشه تو کس باشه که غذا نخوره ازدواج نکنه الله متعال میگه ما پیغمبرای قبلی را می قسم جور نکرده بودیم پیغمبرای قبلی هم تو جسد نبودن که لا یاکلون الطعام که فقط مثل مجسمه واره باشن و غذا نخورن و ما کانو خالدین او پیغمبرا هم همیشگی نبودن او پیغمبرا هم وفات میکردن انسان بودن ثم صدقناهم الوعده باز الله مطال که ما راست کردانیدیم با ایشان وعده خود را فانجیناهم هم و من نشأ. ما نجات دادیم پیغمبرها را از شر از اینا و من و کسانی را که نشاء و خواستیم و احلکن المصرفین و ما حلاک کردیم انسانهایی که اصراف یعنی زیاد روی میکنن در عقیده زیاد روی میکنن در سخن گفتن زیاد روی میکنن در دلایل پوچ زیاد روی میکنن در گناه ها زیاد میکنن در مخالفت ها زیاد روی میکنن لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا که الله متعال میگه بر شما نازل کردیم کتابی را که فیه ذکر که در او ذکر شما هست یاد شماست افلا تعقلون آیا شما از عقلتان استفاده نمیکنین ذکر یعنی بر شما نصیحت است بر شما شریعت است بر شما قانون است پس چرا شما از این کتابی که در شریعت شما هست از این کتاب استفاده نمیکنین و کم قسمنا بسیاری از مردم ها را قسم نا قسم کمر شکن کردن هلاک کردن بسیاری از اینا را ما کمرشان را شکستاندیم هلاکشان کردیم من قریت از اهل قریه ها را کدام قسم مردم ها کانت ظالمتن که بسیار ظالم و ستمگار بودن و خطرناکترین ظلم کس این از شرک لا ظلم و نظیم. شرک است با ظلم بزرگ است و انشعنا بعدها و آفریدیم خلق کردیم بعد از اینا قوم آخرین قوم های فلما احس و پس انگامی که اینا احساس کردن عذاب ما را اذا هم منها یرکودون باز اینا ناگهان از امی عذاب الله یرکدون یهربون یا فرون فرار میکردن میگروختن لا ترکودو برشان فرار نکنین نگروزین ورجعوا الی ما اطرفتم فیه پس مراجعه بکنین به او چیزهایی که شما اطرفتم فیه یعنی در وجه عیش و ساتری و بازی میکردین در آن و مساکنکم و پس بگردین به خانه هایتان لعلکم تسالون شاید که شما پرسیده شوین قالو باز گفتن یا ویلنا افسوس باد بر ما این ناکن ظالمین ما بسیار ظالم مردم بودیم فما زال تلک اعواهم پس همیشه بود امی فریادشان امی قسم چیخ میزدن و صدا میکردن حتی تا زمانی که جعلنا هم گردانیدیم ایشان را حسیدن مانند فصل یا مانند کشت یا گندم های درو شده گندم ها که درو میکنن ای را میگه مثل امیر حسید یا دروشان کردیم امیر خسیم که توت تا، اما تو سرایشان بریدگی در زمین افتاده بودن خامیدین اما تو خاموش مانده بودن خمود و جمود دیگه از گپ و از سخن و از دلیل گفتن اما تو مانده بودن و ما خلق سما اول و ما خلق نکردیم الله مطال میگه با عظمت و قدرت خود آسمان ها و زمین را و ما با این اخ و ما با آنچه که در آسمان زمین کست لاعبین این با عبس خلق نکردیم که مردم این آسمان و زمین استفاده بکنن و از دلایل قدرت الله به این آسمان زمین توجه نکنن لو اردنا ان اتخذ لهوا الله متعاله مه اگر ما کدام بازیچی ره میگرفتیم باز به زمین و به شما انسانها تعلق نمیداشت لتقثناه من لدنا ما اور میرفتیم پیش خود ان کنا فاعلین ار ما ای کارر میکردیم بل نقذفو بالحق الله متعال مه بله ای افتراعات مردمها بعقل است بلکه ما نقذفو نبین و بیان میکنیم میاندازیم بیان میکنیم چی بالحق به حق را حق را على الباطل در مقابل باطل كي الشرك وكفر و کفر هست الله مطال میگه ما بیان میکنیم ما افگنیم توحید را در مقابل باطل حق در مقابل باطل يعني توحيد در مقابل الشرك فید مغوه باز ای او را چی میکنه؟ او سراخ میکنه یعنی امی حق سر باطل اتو غلبه حاصل میکنه که سر از اون و دم و دماغش تاثیر میکنه فاذا فا هو زاهقون پس ناگهان میرود و الویل و مما تصفون و بر شما هست حلاکت از آنچه که شما بیان میکنید ولا هو بر الله هست من آن مخلوقاتی که فی السماوات و الارده آن چیزی در آسمان ها و زمین است یعنی توحید ربوبیت یعنی خاص برای الله هست مالکیت و تصرف من هر مخلوقی که هست در آسمان ها هست و یا در زمین است و من عنده لا یستکبرون و او مخلوقاتی که ملائکه هستن و مخلوقاتی که پیش الله هستند لا یستکبرون عن عبادته هیچ وقت در اطاعت و عبادت الله تکبر نمی کلشان تسلیم شریعت الله هستند ولا یستحسرون و نه هم از عبادت و اطاعت الله احساس خستگی یا ماندگی این را هم نمی کنند یسبحون اللیل و النهار تسبیح می گن شب و روز لا یفترون سستی نمی کنند ام اتخذو آلیهتا من الارض هم یونشرون ام آیا اتخذو گرفتن امی مردمای مشرک آلیهتا معبودانی که ذات از او را عبادت می بعضشان معبودای را گرفته بودن که ذاتش عبادت می و بعضی دیگهشان معبودای زنده را گرفته بودن که قانونشان اطاعت می معبودای باطل دو قسم است یکی معبودای زنده هستند، و یکی معبودان مرده هستند معبودان مرده را در مقابل مجسمش که مجسمش جور می میکردن، عبادت میکردند و یا قبر شجر میکردن در مقابل قبرش عبادت میکردن که رسول الله صلی الله علیه و گفت که لعن الله اليهود و اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لعنت الله شد بر یهود و نصارا که قبرهای پیغمبرای خود از سجدگاه ساختن بنان اگر پیغمبر هم معبود قرار داده شود معبود باطل است اگر ولی معبود قرار داده شوه او هم باطل است چرا معبود به حق است الله هست و قسم دو معبودان زنده بودن معبود زنده چه قسم آله حقی گرفته بودن که اونا زنده هستن قوانین از اونا را که ضد شریعت الله هست اطاعت میکردن و امی خاطر علما میگن یکی شرک قبور است یکی شرک قصور شرک قبوری است که به قبر از او و یا با مجسمه از او مراجعه میشه و صفات الله و صاحب قبر یا با مجسمه داده میشود و شرک قصوری هی است که کسی که در قصر شیشته و قانون میسازه مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود قوانین میسازن که ضد شریعت الله هست باز او را اطاعت میکردن پس اگر کسی عبادت مخلوق را میکنه رکوع و سجده برش میکنه او را هم اله خود یا معبود خود قرار داده و اگر قانون از این که ضد شریعت الله سوره اطاعت میکنه ای او را هم معبود خود قرار داده است الله متعال میگه که ام اتخذوا آیا اینان گرفتن آلهتا معبودان من الارض از زمین هم یونشرون که ایشان دوباره زنده میکنن به این عقیده هستن که اینا میتونن ما را زنده بکنن اینا میتونن ما را شفا بدن اینا میتونن ما را زندگی و مرگ بدن الله متعال بر از اینا دلیل عقلی هم بیان میکنه دلیل عقلی هست که در یک مملکت اگر دو پادشاه باشه او مملکت دو حاکم باشه او مملکت نظامش پیش نمیره چرا یک پادشاه یک حاکم میگه که قانونی قسم باشه و دیگهش میگه قسم باشه پس در اون مملکت گدودی میشه در هر مملکتی که دو نفر اعلان حاکمیت بکنه در اون مملکت همیشه گدوری و بدبختی هست الله متعال میگه وقتی که در یک مملکت دو حاکم بودن میتونه چطور میتونه در زمین و آسمان دو معبود باشه اگر دو معبود می بود یکیش میگفت که افتاب باشه دیگهش میگفت نباشه یکی میگفت روز باشه دیگهش میگفت شب باشه الله متعال امی دل نمیگه که لو کان فیهما اگر می بود فیهما در آسمان زمین آلحتون معبودانی الا الله بغیر از الله اگر معبودان دیگی می بود بغیر از الله لفسده تا پس آسمان و زمین فاسد میشدن شدن فساد آسمان و زمین چی قسم است؟ امی هست فساد آسمان و زمین که یکیش یک چیز تقاضا میکرد دیگه چیز دیگهش دیگه چیز تقاضا میکرد فسبحان الله پس پاکی هست برای الله از آنچه که به او نسبت میتن الله پاک است از داشتن شریکانی که قانون حق داشته باشه بسازن که ضد شریعت الله هست و او معبودان هم پاک است که اونا مستحق عبادت باشن الله پاک است از این چیزها رب العرش الله متعال خالق خالق عرش است پروردگار عرش است و عرش بزرگ اما یسفون از آنچه که اینا توصیف میکنن از آنچه که اینا میگن لا یسالو از صفات الله است که هیچ وقت الله سوال کرده نمیشه اما یه فعل آنچه که میکنه پس کسانی که سوال میکنه که چرا الله هی قسم کرد چرا الله زمین ای قسم خلق کرده چرا الله نماز صبح درکات ساخته چرا الله روزه دمای رمضان ساخته ده این صورت اینا در مقابلی آیت بیادبی میکنن الله متعال میگه که لا یسالو عما یفعل الله ذاتی هست قدرتمند که بنده هایش حق ندارن که از آنچه که او انجام میته سؤال سوال کنن از پیش بنده تسلیم است ما و شما تسلیم هستیم هر قسمی که الله اگر خواست پیغمبر در مکه تولد شود ما تسلیم هستیم اگر خواست زبان قرآن عربی باشه ما تسلیم هستیم لا یسالو سوال کرده نمیشون و هم یسالون بنده ها مخلوقات اینا سوال کرده میشوند مسئولیت ما داریم ما هستیم ما باید مسئولیت پذیر باشیم و مسئولیت خود در مقابل الله ادا بکنیم ام اتخذو یا این مردم های بیدین گرفتن من دونهی بغیر از الله آلحتا معبودان دیگری که ذات شفازشان عبادت میکنن بعضی دیگه از اینا قانون معبودان دیگر اطاعت میکنن به هر صورت چی شرک در حاکمیت باشه و چی شرک در عبادت باشه هر دوی شرک است قل هاتو بگو برشان که بیارین برحانکم دلائلتان را هذا ذکر ممعیه وذكر من قبلی میگه اینمی ذکر است بر بر کسانی که همراهی ما هستند و ذکر است و قانون است و شریعت است من قبلی بر کسانی که قبل از ما بود اونا هم اینمی توحید اطاعت میکردن شریعت الله را اطاعت میکردن بل اکثرهم لا یعلمون بلکه اکثرت از لا يعلمون الحق اینا نمیدانند توحید را حق یعنی توحید اینا به توحید که چند قسم است کدام بخش ها را دارن به علم ندارن و هم چون انسان وقتی که توحید نفهمید از این خاطر اعراض میکنه چرا یک نفر میخیزه به ایواز شریعت الله قانون یک مخلوق اطاعت میکنه این توحید درست نمیفهمه بعضی کسا فکر میکنه که اگر من پنج وقت نماز خانم خوب مسلمان هستم بعضی ها فکر میکنه که اگر روزه گرفتی من مسلمان هستم بعضی کسا فکر میکنه که والا اگر به الله سجده کردی باز رفتی به مخلوق هم به نام مخلوق نظر کردی یا ایوان از ذبح کردی پروا نداره الله متعال میگه مشکل زنایی است که قانون مخلوق تطبیق میکنن گای یک عبادت را به مخلوق انجام میتن گای صفات الله را به یک مخلوق نسبت میتن گای افعال الله را به یک مخلوق نسبت میتن مشکلشان چی است الله متعال میگه لا یعلمون الحق اینا توحید نمی فهمن. اگر کسی حقیقتا از قرآن توحید یاد داشته باشه باز می که قرآن نکتن نکتیه که در توحید از بیان میکنند فهم موردون به این خاطر اینا اعراض میکنن آل الله متعال میگه که بعض بعضی اینا اتو تصور میکنن بعضی اشخاص که والا این مردم هایی که گپا را یا نو آمدن سابق خوی گپا نبود وقتی که رسول الله صلی اللہ و وسلم آمد گفت که گپا شما کشیدین در دیان دیگه خوی گپا نبود الله مطال میگه ای گپ هم دروغ میگن هر پیغمبر و هر عالم حقیقی و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش میکنه این یک گپ است و ما ارسلنا من قبلی که الله مطال میگه ما نفرستادیم قبل از شما ای رسول الله صلی الله من رسول هیچ پیغمبری را الا مگر نوح وحی میکردیم الیه بسوی او اینمی جمله را برش وحی میکردیم که اساس سخن و دعوت تمام پیغمبر است انه لا اله الا انا که برشان شان این پیغمبر که نیست هیچ معبودی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و نیست هیچ موجود مستحق ازی که قانون و شریعتش تطبیق شود الا انا با استثناء من الا الى ادات استثناء میگن یعنی که هیچ کسی مستحق نیست با استثناء من الله مطال میگه فعبدونی پس عبادت کنید مرا پس اینا وقتی که استدلال میکنن که قبلا اجازه بود که ما غیر الله عبادت بکنیم اجازه بود قانون غیر الله را تطبیق بکنیم ولو که علما باشن دروغ میگن علما یهود می دروغ میگفتن علما نصارا می دروغ میگفتن چرا اونا دنیا پرست و مقام پرست و درباری بودن و قالوا اتخذ الرحمن ولدا و گفتن که العیاز بالله الله که رحمان است این میگه ولد گرفته فرزند گرفته الله متعال میگه سبحانه پاکی است الله را ای فرزند گرفتن یکی از عادات مردمان بی ایمان و یا نسبت دادن فرزند به الله ای عادت انسان های بدین است و خود فرزند داشتن از صفات مخلوق است مخلوق محتاجی که میگه من فرزند داشته باشم که باز وقت پیر میشم ضعیف میشم فرزندم باز بر تقاوت کردم باز فرزند ما بخیزه ما کار بکنه دخترای ما خیاطی بکنن بچهایم بخیزن کار مزدورکاری بکنن باز برن بر پیسه و ماش بیارن و مریض شده مرا شف خانه ببرن پس گرفتن فرزند ای کار مخلوقات است صفت مخلوقات است الله متعال که خودش رحمان است نعمت هاره برای دیگران پسر میته برای دیگران دختر میته برای دیگران خانه میته برای دیگران زندگی میته برای دیگران نعمت ها را میته چی نیازی داره که خودش تمام این نعمت ها را داشته باشه باز برای کار را بکنه که کاری نیازمنده هست مثل که یک نفر بگه فلان شخصی که میلیونر است دل به سرک شیشتا گدایی میکنه میگه احمق <تصحیح> است که ما خودم میلیون ها میلیون دلار دارم ما خودم دیگران دادم میرم ما باز به خاطر یک روپی یا دو مردم یا ده مردم ما گدایی میکنم در حقیقت این مخالف عقل انسان هست بل عباد و مکرمون بلکه این مخلوقات که اونا او را نسبت میتن بر الله چی عیسی مسیح باشه چی ملائکه باشه چی دیگه پیغمبر باشه چی اولیاء الله باشه اینا کلشان عباد و بنده های الله هستند لکن بنده های عادی نیستن مکرمون هستن بنده های با عزت هستن که متاسفانه امو عزت داشتن ای بنده ها سبب شده بر از اینا که اینا رو غلط فامیدن اونا را در قسمتشان زیاد افراد کردن خب درست است یک شخص مکرم است نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله کلی از اینا چی هستن؟ بنده های مکرم هستند. اما کرامت از اینا شخصیت عالی از اینا مقام عالی از اینا به این معنا نیست که با صفت الله را بر از اینا بتیم یعنی اگر یک معمور به هر اندازه که در وزارت مقام بلند داشته باشه باز نمیشه که بگید تو وزیر هستی معمور است مدیر است بسیار خوب مدیر است بسیار خوب معمور است بسیار خوب رئیس است اما وزیر نیست پس ایناله این مخلوقات که هستن اولیاء الله نبیین صدیقین شهدا صالحین کلشان اولیاء الله هستن اینا بنده های مکرم هستن ولی به این معنا نیست که باز اینا خالق باشن و معبود باشن این تفکیک که باید انسان بکنه قرآن عظیمشان همه عقیده را بر انسان بیان میکنه. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون حتی اینمی بنده های مکرم الله اولیاء الله که هستن اونا چی صفت دارن؟ هیچ وقت سخن قبل از حکم الله نمیگن یعنی هیچ سخنی از اونا نیست که حکم الله را نفهمند و او سخن بگویند اول اونا به کتاب سنت مراجعه میکنن و مطابق از او گپ میزنن الله همین را میگه که لا یسبقونه بالقول اونا هیچ وقت سخن نمیگه که او سخن الله برشان حکم نکرده باشه بنا ان کسایی که میگن نه آن چیزی که در شریعت است و اولیاء الله میتونن سخن دیگی بگوین به غیر از آن چیزی که در شریعت است امی آیت قرآن امی پرات رد میکنه میگه بنده های مکرم ما که هستن نبیین صدیقین شهدا و صالحین کرامت دارن معجزه دارن شخصیت های عالی هستن مقام خوب دارن لکن ادب با الله یاد دارن هیچ وقت گپ نمیزنن یعنی سبقت نمیکنن در سخن گفتن نسبت به الله سبقت نکردن در سخن در مقابل الله چی است که تا وقتی که حکم الله را در یک موضوع نفهمند یا گپ نمیزنند پس بعضی کسایی که پیش ازی که حکم شریعت حکم یک چیز از قرآن و سنت بفهمه دو قسمت گپ میزنه ای از ولایت الله خلاص میشه بسیار بیادب هستند ما شما بسیار کسا را میبینیم که بی علم فتوا داده میرن یک حکم بیان میکنه پرسانش میکنه خب این حکم شما از کجا بیان کردین والا ما تصور میکنم برادر عزیز اینجا موضوع تصور نیست موضوع هست که تو قرآن بخون سنت بخون باز که در نمیجه حکم الله چی است و هم به امره عملون و اولیاء الله نبیین صدیقین شهدا و صالحین چی عادت دارن که به امر الله چی میکنن به امره یعملون به امر الله امر عمل میکنن اول وقتی که الله میگه که سر شما نماز فرض است آیا ممکن است یک ولی از اولیاء الله نماز نخواند رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخرین روزی که حتی پاهایش از کار افتاده بود با پای خود استاد شده نمیتونست رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت ترک نکرده نماز خود قطعا ترک نکرده و حتی نماز جماعت ترک نکرده بزیر یک شانش یک صحابی است بزیر شانش دیگر صحابی هست سر شانه از دستای خود گرفته و پاهایش حرکت نمیکنه اونا ام فشار سر شانه خود آوردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد می رسول الله صلی الله علیه و سلم توانایی نداره که امامت بکنه اقتدا میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وقتی که اقتدا میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای او اشاره میکنه که شما نماز بتین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خجالت میکشه رسول الله صلی الله علیه و که نماز بتین پس رسول الله صلی اللہ علیه و پشت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز میخونه کسایی که میگه بکر صدیق کافر است العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم متهم به کفر میسازند چون رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین نماز خود پشت سر کی خان پشت بکر صدیق بعضی اوقات بعضی کسات احساساتی در مورد بعضی شخصیت ها تبصری منفی میکنند خصوصا در قسمت اولیاء الله نبیین صدیقین شهدا صالحین و همچنان در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که هم اولیای الله بودن اینی هست که الله اونا را زلیل می سازه. چرا سخن گفتن بیادبانه در مقابل از اونا بعضی اوقات انسان را به کفر می چطور ممکن است که ابو بکر صدیق علیه عزب الله کافر باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم که برش وحی می آیه و پشت سرزی اقتدا می کنه به توجه هستین؟ امی پیش کردن رسول الله صلی اللہ صدیق در امی جای بر تمام صحابه کافی بود که بعد از رسول الله صلی اللہ خود بسازن گفتن یکی امامت صغرا هست و یکی امامت کبرا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و به امامت صغرا پیش کرد و امامت کبرا را گذاشت که ما از طریق بیعت او را انتخاب بکنیم کسی که رسول الله صلی الله علیه و در امامت صغرا پیش کرد این مقدمه هست برای چی برای امامت کبرا از خاطر اصحاب رسول الله صلی اجماع کردند که ابوبکر صدیق رضی بعد از رسول الله صلی الله علیه و بهترین شخصیت هاست چون آخرین نماز خود رسول الله صلی در عقب ابو بکر صدیق رضی الله خوانده است آل الله متعال میگه که امی اولیاء الله کسانی هستند که آنچه که امر الله هست وقتی که رسول الله صلی الله تا آخرین لحظه نرسید چی مانا؟ خی پیغمبر نرسید خیلی ابو بکر هیچ نماز ترک نکرده نرسیدن صحابه نرسیدن تو رسیدی که نماز نمیخوانی میگه من رسیدیم یعنی به این که من مقام ما از مقام رسول الله صلی بلندتر است او نرسیده بود حتی آخرین مرحله هم نمازای خدا میخوان اما این میگه من مقام مزو کدام بلند است من رسیدم من دیگر نیاز به نماز خواندن ندارم الله متعال میگن که کسایی که گپار میگن اونا اشتباه میکنن غلط میکنن درست قرآن نمیفهمن لا یسبقونه بالقول اولیا الله دو صفت داشتن یکی سبقت در سخنان نمیکردن نسبت به الله دوم به امر الله عمل میکردن فقط اینمی شریعت الله که کامل است اینمیره اطاعت میکردن و تمام اخلاقیات و تمام مضایا و تمام خوبیها در شریعت الله هست یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم الله متال میدان مانچک پیش هست و ما خلفهم یعنی آنچه را که قبل از ای انجام دادهند و آنچه را که در آینده انجام میتن ولا یشفعون الا لمن ارتضا اولیاء الله شفاعت نمی کنن مگر برای کسی که الله از او راضی باشه فکرتان باشه بعضی کسا تصور میکنه که اگر ما اولیاء الله را دوست داشته باشیم اولیاء الله باز ما را شفاعت میکنه ولو که ما هر قسم مردم باشیم ای ق... آیت قرآن میگه که نه اولیاء الله وقتی که برشان حق داده میشه که شما در روز قیامت شفاعت بکنین نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین اینی مردم ها وقتی که شفاعت هم میکنن لا یشفعون شفاعت نمیکنن الا لمن ارتضا اینا شفاعت نمیکنن مگر برای کسی که الله از اونا راضی باشه موحد باشه یک تا پرست باشه مؤمن حقیقی باشه لیکن تو نیست که برای یک نماز بی مشرک کسی که در شرک مفتلا باشه بر او شفاعت بکنن ابدا اونا شفاعت نمیکنن یه ادبشون است چرا امر الله هست که شما شفاعت فقط برای موحدین بکنین و هم من خشیته مشفقون و ایشان از هیبت الله بسیار ترس دارن ومن يقل منهم اني اله من دونه وهر كسي كي وهر كسي ببين انجا ومن وهر كسي كي باشا ار شخص كي و وهر كسي يقول بوغويات منهم ازمي مردم اني اله كي ما معبود هستم ميتانين برما صفات الله ربتين مرا بوغوين قيوم هستي مرا بوغوين كي تو عالم غيب هستي مرا بوغوين كي زير پاي ما سجده بوكنين زیر قدم های ما رکوع و سجده بکنین میگه هر کدام از اینا که ای دعا را بکنن که ما کسی هستم که میتونین به ذات ما عبادت بکنین و اوامر مرا به ضد شریعت الله اطاعت بکنین من دونه بغیر از الله فذالک نجزیه جهنم الله متعال میگه اینمی شخصه به هر مقام و منزلتی که باشه ما او را در جهنم داخل میکنیم ادعای الوهیت نکنین به این خاطر علمای بزرگی که بسیار قرآن و سنت می فهمن اجازه را می که دستشان ماش کنی دست خدا کش میکنه سر تا پیش خم کنی بعد میگه سر تا خم نکو استاد باش استاد باش برما سر سرت خم نکو زیر پای ما خدا پای نکو چرا؟ اینا می که اگر در امت رسول الله صلی الله علیه و کس برای کس اجازه بده که بر رکوع بکنه یا سجده بکنه یا گپی از او که ضد شریعت الله هست را اطاعت بکنه الله مطال گفته که فذالک نجزیه جهنم امی شخص مستحق آتش دوزخ میشه کذالک نجز الظالمین این همی قسم ما جزا میتیم ظالم را ظالم که است؟ ان شرک لظلم عظیم در قرآن میگه بزرگترین این همی قسم ما جزا میتیم مشرکینه مشرکی هست در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، در اطاعت از شریعت الله، در افعال الله کسی شریک میسازه الله مطالب میگه ما اینمی قسم ظالما را جزا میتیم